اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. در تهران است 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما. چهارشنبه است 28 اسفند 18 مارس. با چشم انداز بامدادی مهمان خانه های شما هستیم. آغاز این برنامه هم با تازه های کرونایی. طبق این روزهای معمول از وعده کمک های نقدی آمریکا و بریتانیا برای مردمان این کشورها خواهیم گفت و همینطور از ایران که ببینیم در این زمینه چه کارهای انجام داده و همچنین تلاش ها برای نجات از چنگ کرونا هم از جمله موضوعات ما هست. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کرونا در جهان و ایران. اما به رغم کرونا در آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری در راه است. از انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا هم خبرهای تازه‌ای داریم زنده و همینطور از عراق و گوشه و کنار جهان. ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان. پیش از همه اینها خبرهای جهان رو بشنویم از محمد سواهی، تهیه کننده برنامه امروز. خبرهای درود و روز روزگارتون خوش. کرونا همچنان خبر روز دنیاست. در کنار خبرهایی که از تلاش برای پیدا کردن واکسن و درمان برای بیماری کووید 19 به گوش می‌خورد، نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا 2019 همه دنیا را درگیر کرده. دولت‌های بریتانیا و آمریکا برای کاهش پیامدهای مالی گسترش بیماری کووید 19 برنامه‌هایی را برای جبران خسارت‌های وارده به بخش‌های گوناگون اقتصادی اعلام کردند. در تازه‌ترین اقدام، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به مشکلات معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا به شهروندان این کشور کمک‌های نقدی ارائه می‌کند. در صورت نهایی شدن این طرح، وزارت دارایی آمریکا در ظرف 2 هفته آینده از طریق پست برای همه آمریکایی‌ها چک‌های حمایتی ارسال خواهد کرد. کامبیز فتایی از واشنگتن گزارش می‌دهد. کاخ سفید برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا تا به حال خواهان تخفیف‌های مالیاتی بود، اما دولت آقای ترامپ روز گذشته یک گام فراتر رفت و راه حل فرستادن مستقیم چک به مردم را مطرح کرد. به عنوان بخشی از یک بسته حمایتی 850 میلیارد دلاری برای تقویت اقتصادی که ویروس کرونا شوک بزرگی به آن وارد کرده، استیو منوچین وزیر دارایی آمریکا گفته که ارسال چک به مردم می‌تواند در آینده نزدیک آغاز شود. طرحی که بنابر برخی گزارش‌ها حدود 250 میلیارد دلار برای دولت هزینه خواهد داشت. خبرهای جهان را از بی بی سی فارسی می‌شنوید. در ایران دولت اعلام کرد که در تعطیلات نوروزی به کار خود ادامه خواهد داد. آخرین گزارش از ایران به 16169 مورد ابتلا و 988 مورد مرگ بر اثر ویروس کرونا اشاره دارد. دستگاه قضایی با مرخصی کوتاه مدت برخی از زندانیان امنیتی هم موافقت کرده، از جمله نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی. اما در افغانستان، هرات که مرز مشترک با ایران دارد در خط مقدم مقابله با این ویروس قرار دارد. تاکنون 22 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است که بیشتر آنها در هرات گزارش شده. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دستور داده که 400 میلیون افغانی برای مبارزه با این ویروس به هرات انتقال یابد. در پهلوی تمام اقدامات بزرگ و استراتژیک فوق امر کردم که مبلغ 400 میلیون افغانی بودجه اضطراری برای مقابله با ابعاد مختلف این معضل به ولایت هرات انتقال یابد. اطمینان داشته باشید که تمام امکانات دولتی به هدف جلوگیری از شیوع و مهار ویروس کرونا در اختیار شما قرار خواهد گرفت. و اگرچه کرونا همه جا فاجعه آفرین بوده، ولی ظاهرا باعث شده که مراسم چهارشنبه سوریه امسال ایران نسبت به سالهای گذشته از تلفات و خسارات کمتری به جا بگذارد. با این وجود به نقل از سخنگوی سازمان اورژانس ایران، 2 نفر کشته و 751 نفر هم دچار سوختگی شدند. صبح و روز و شب شما به خیر و خوشی و شادی هر جای دنیا که هستید. در این روزهای پایانی سال 1398، 2 روز مانده به نوروز، امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید. داریوش رجبیان هم در آخرین چهارشنبه سال 28 اسفند 18 مارس 2020، البته نمیدونم در چنین حال و هوایی که ویروس کرونا برای جهانیان درست کرده به چهارشنبه سوری رسیدید یا نه. همچنان یورش کرونا بر جهان ادامه دارد به گونه‌ای که تقریبا در هیچ زمینه ای نمی‌شود بدون اشاره به موضوع کرونا صحبت کرد. دغدغه‌ای است که همه دولت‌های جهان را مشغول خودش کرده. آمریکا و بریتانیا برای آن بخش از اقتصاد این کشور
کشورها که از کرونا آسیب دیدند کمک‌های نقدی هنگفتی در نظر گرفتند که بعداً در برنامه دربارش صحبت مفصل خواهیم داشت. اتحادیه اروپا در اقدامی بی سابقه در خلال بحران ویروس کرونا مسافرانی را که از خارج از این بلوک می‌آیند برای 30 روز از ورود منع کرده. هلال احمر ایران گفته که خروجی‌های 13 استان پایش و افراد مشکوک به کرونا قرنطینه می‌شوند. در آمریکا سان فرانسیسکو قرنطینه شده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور از مردم خواسته که بیش از 10 تن تجمع نکنند و اینکه وضعیت کنونی شاید تا آخر تابستان به درازا بکشد. اما خبرهای امیدوارکننده هم هست، مثل اینکه نخستین واکسن آزمایشی کرونا به داوطلبان در آمریکا تزریق شد و از استرالیا هم خبرهای مشابه رسیده که درباره همه اینها به نوبت صحبت خواهیم کرد. اما پیش از همه گزارشی از جهان آغشته در کرونا از مهرنوش پوریایی از واشنگتن. دولت آمریکا میگوید اگر بر سر طرح حمایتی خود در مقابله با تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا با کنگره این کشور به توافق برسد، میتواند ظرف 2 هفته آینده چک‌های حمایتی را از طریق پست برای همه آمریکایی‌ها ارسال کند. این کمک بخشی از طرح جامع 1 تریلیون دلاری کاخ سفید است که برای کنترل ضررهای اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا طراحی شده. روز سه‌شنبه با پیوستن ایالت ویرجینیای غربی به ایالت‌هایی که ابتلا به کرونا در آنها دیده شده، رسماً تمام 50 ایالت آمریکا در معرض این ویروس قرار گرفتند. اقدامات دولت آمریکا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، مثل توقف آمد و شدهای روزانه و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، رستوران‌ها و مغازه‌ها را به تعطیلی کشانده و صدها میلیون آمریکایی را خانه‌نشین کرده و بزرگترین اقتصاد جهان را به حالت سکون درآورده. بازار سهام در هفته‌های اخیر ضربه‌های سنگینی خورده و مقام‌های آمریکایی به دنبال بهترین راه برای تزریق بسته‌های حمایتی هستند. حالا رقم بالای این بسته حمایتی نگرانی‌های ایجاد کرده. این بسته تقریباً معادل 1/4 هزینه کرده سال گذشته دولت فدرال آمریکاست و بسیار بیشتر از میزانی که دولت این کشور در بحران اقتصادی سال 2008 به اقتصاد کشور تزریق کرد. برخی منتقدان میگویند روند رسیدن کمک مالی به شهروندان بسیار کند خواهد بود و شامل حال بیکاران نخواهد شد. در همین حال بعد از اینکه سازمان بهداشت جهانی از کشورهای جهان خواست شدیدترین تدابیر را جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پیش بگیرند، اتحادیه اروپا اعلام کرده مرزهای خود را که به مرز شنگن معروف است به روی شهروندان خارج از این بلوک اروپایی خواهد بست. این ممنوعیت شامل حال کسانی که اقامت طولانی مدت در اتحادیه اروپا دارند، اقوام شهروندان این اتحادیه، دیپلمات‌ها و کارکنان بخش‌های درمانی نخواهد شد. در همین حال کشورهای آفریقایی که برخی از نظام درمانی ضعیفی برخوردارند، در مجموع 400 مورد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کردند و تعداد مبتلایان در آمریکای لاتین از 1100 نفر بیشتر شده. و نیمه پر لیوان همین که دانشمندان استرالیایی گفتند شیوه مقابله سیستم ایمنی بدن با ویروس کووید 19 را پیدا کردند. دو قوله داروسازی فرانسوی و آمریکایی هم میگویند آزمایش بالینی داروی کوزارا را برای مقابله با کرونا آغاز کردند. این دارو در حال حاضر برای مقابله با آرتروز مفصلی استفاده می شود. اما محققان امیدوارند به کاهش التهاب ریه در موارد حاد کرونا کمک کند. مهرنوش پوریایی بود در واشنگتن آمریکا. همانطور که پیشتر گفتم تلاش هایی هم برای یافتن درمان برای این درد جهانی جریان دارد. دانشمندان استرالیایی نحوه واکنش سامانی ایمنی به ویروس کرونا 219 را شناسایی کردند. این بررسی نشان می‌دهد که بهبود از کرونا 2019 مانند بهبود از آنفلانزا است. در این باره ساعت پیش گفتگوی داشتم با دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه یا ICU در لندن، و نخست از ماهیت این پژوهش تازه و اهمیت آن جویا شدم. نمونه هایی که از یک خانم 47 ساله چینی که مبتلا به نوع تقریبا شدید ولی نه حیاتی بیماری بودن رو اینا اومدن بررسی کردن و نحوه عملکرد سیستم ایمنی ایشون در مبارزه با ویروس رو اومدن پیگیری کردن و اون رو ارتباط دادند در این حال با علائمی که ایشون بروز دادند. من مقاله رو کاملا خوندم. شروع خوبی است برای خیلی چیزها، ولی فکر نمی کنم در حدی باشه که اینقدر در رسانه ها و یا بی بی سی من دیدم بهش اشاره شده. یعنی مقاله ابتدایی ریسرچ هست
در روی یک فرد هست، به هیچ وجه قابلیت این که این رو ما بتونیم قابل انجام و یا قابل تامین به یه جمعیت بزرگی ببینیم نیست. بله آقای دکتر، همونطور که گفتین این روی یک نفر انجام شده، ولی در جاهای دیگه هم تلاش هایی برای پیدا کردن واکسن یا مایکوبی برای این ویروس ادامه داره، از جمله در سیاتل آمریکا که روی 45 تن اونجا همچین آزمایش رو انجام دادن. که همونطور که مستحضر هستید این آزمایش به تازگی انجام شده. میدونید که روند ایجاد ایمنی در بدن یه روندی نیستش که به سرعت و در طی ساعت‌ها ایجاد شه و در طی روزها و ماه‌ها ایجاد خواهد شد. بنابراین ما در مورد اینکه پاسخ به این واکسن چی هست بایستی تا فکر میکنم چند ماهی صبر کنیم. ضمن اینکه علاوه بر اینکه پاسخ ایمنی به واکسن مهم هست، ما بایستی ایمنی و سلامت واکسن رو هم مورد بررسی قرار بدیم و در مطالعات مختلف بر روی گروه‌های مختلف انسان‌ها مطمئن شیم که قبل از اینکه این واکسن رو به طور عموم در اختیار مردم قرار بدیم بر بعد وسیع، مطمئن باشیم از لحاظ ایمنی کار درستی رو انجام میدیم. غیر از این دانشمندان، اگه بشه گفت نادانشمندان، هم در اقصی نقاط جهان دارن این کار میکنن، دست به کار درمان شدند و چیزهای توصیه میکنند و همینطور نسخه میپیچند، از جمله در ایران درباره اینا چه میگین؟ خیلی ممنونم که اینو مطرح فرمودید. متاسفانه ما به نظر میاد که در ایران مشکلات بسیار زیادی داریم، از طرف کسانی که یا علمی فکر نمی کنند و یا کسانی که قرون وسطایی فکر می کنند. من نسخه های بسیاری دیدم که قرص تامیفلو یا اوسلتامیویر که برای انواعی از انفلوانزا استفاده میشه رو به عنوان داروی کرونا تجویز می کنند در ایران. هیچ گونه شواهد علمی برای این وجود نداره. حتی ما دیدیم که این باعث خیلی نگرانی‌های زیادی در مردم شده بود که داروی کرونا در ایران نایاب شده. این دارو هیچ گونه نقشی در درمان کرونا نداره، هیچ گونه شواهدی بر این مورد وجود نداره. علاوه بر این، من خیلی چیزی رو که برام جالب بوده، هر روز میشنم از ایران از جایی که داروی برای کرونا کشف شده و اینها متاسفانه هیچ کدوم مبنای علمی نداره. من خودم در بیمارستان ما که یکی از مراکزی است که کرونا بسیار درش وجود داره صحبتی کردیم، هنوز ما داروی ضد ویروسی رو به طور کامل برای این مریض ها تجویز نمی کنیم. چند مورد از داروها هستن که ما مشغول مطالعه هستیم، کلن بیمارستان های متعدد از جمله بیمارستان ما، که این داروها رو داریم در گروه های کنترل و گروه بیماران به صورت مطالعه کنترل شده تصادفی امتحان میکنیم بر بیماران، داروهای مثل لوپیناویر و ریتوناویر و قبلا هم داروی به اسم رمدزویر، این امتحان ها رو براش انجام شده، ولی هنوز هیچ کدوم از اینها از لحاظ ایمنی و کارآمد بودن بر روی انسان اثرشون ثابت شده نیست و هنوز در کشور ما، من انگلستان رو عزم کنم، به صورت رایج تجویز نمیشند و در ایران من فکر میکنم این مسئله باعثی روشنگری شه. علاوه بر این، نوع دوم تهابت که من عرض کردم، تهابت قرون وسطایی که شنیدم و یا دیدم که بسیار بسیار از موارد غیر علمی برای درمان بیماری استفاده میشه. هنوز ما چیزی به اسم ویتامین سی رو که سال 2005 بزرگترین مقاله‌ای که در موردش چاپ شد کاملا نقش این رو در عفونت‌های تنفسی رد کرد، هنوز ما این رو به عنوان درمانی برای کرونا، سرماخوردگی و یا چیزهای دیگه به خیلی ها من میشنوم که تجویز میکنن و یا داروهای گیاهی و یا چیزهای دیگری که اصلا به هیچ ترتیبی هیچ گونه نقشی در دنیای امروز و دنیای پزشکی امروز ندارند. دکتر مازیار صدری بود، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، که در پایان صحبت‌هایش به ایران و تلاش‌ها برای درمان کرونا اشاره مستقیم داشت. از این راه برسیم به وضعیت کرونا در ایران. در این کشور تازه‌ترین آماری که دیروز رسماً اعلام شد، مرگ 988 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا است و ابتلا بیش از 16 هزار تن به این ویروس تا اینجای کار. تمهیدات تازه‌ای هم برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا انجام شده که شرحش را از باران عباس می‌شنویم. مشهد، حمله به آرامگاه امام هشتم. ساعتی بعد از تعطیلی موقت حرم برای جلوگیری از گسترش بیشتر کرونا.
وضعیتی مشابه اینجا در قم. مقام های محلی میگویند شمار معترضان زیاد نبوده و سریع متفرق شدند. چند نفر هم دستگیر. تصمیمی که هفته ها طول کشید به نظر میرسد از نگرانی وقوع چنین اعتراض هایی. اما بعد از سرایت کرونا از قم به همه استان های ایران به نظر میرسد چاره ای برای حکومت نماند. هنوز هیچ شهری رسما در قرنطینه نیست، هرچند که از مردم خواسته شده در خانه بمانند. اینجا ابتدای بزرگراه تهران قم یکی از نقاطی است که از امروز مسافران تب‌سنجی می‌شوند. شاهین فتحی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر تهران: تمام خودروهایی که از این مسیر از تهران خارج میشن مورد سرنشینانش مورد بررسی قرار میگیرن، در صورت تب بالا اینها ارجاع میشن به عزیزان ما که از بهداشت مستقر هستن برای چکاپ بیشتر. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 125 نفر در اثر کرونا جان باختند و حدود 1200 مبتلا هم شناسایی شدند. به این ترتیب شماره رسمی کل جانباختگان به 988 نفر رسیده و بیش از 16000 مورد ابتلا تایید شده. به گفته وزارت بهداشت بیش از 5000 نفر هم بهبود یافتند. با این حال ریک برانان، مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا که به تازگی به ایران سفر کرده، میگوید شمار مبتلایان در ایران ممکن است 5 برابر آمار رسمی باشد. بزرگترین نقطه ضعف آنها اطلاعات است. آنها در حال افزایش امکاناتشان برای انجام آزمایش هستند و به زودی ارقام رسمی بالا خواهد رفت. یکی از نگرانی‌ها سلامت زندانیان در میانه این بحران است. قوه قضاییه می‌گوید تا امروز 85000 زندانی موقتاً آزاد شدند، از جمله شماری از زندانیان سیاسی. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه: بیش از 50% از زندانیان امنیتی نیز از مرخصی استفاده کردند. در خود بخشنامه عده‌ای از زندانیانی که آزادی اونها برای امنیت شهروندانمون مخاطره آمیزه، بینا مرخصی داده نمیشه. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در اوین، هم ساعتی پیش به مدت 2 هفته به مرخصی آمد. این عکسی است که بعد از آزادی موقت از او منتشر شده. باید در این مدت پابند الکترونیکی به پا داشته باشد. با این حال بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی همچنان در زندانند. پیشتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، خواستار آزادی همه زندانیان شده بود. شماری از شهروندان خارجی و دوتابعیتی‌ها در خطر بزرگی هستند. آنهایی که این بیماری را ندارند نگران شرایط زندان هستند. این نگرانی من هم هست. به همین خاطر از جمهوری اسلامی ایران خواستم که همه زندانیان را موقتاً آزاد کند و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز قائل نشود. سه هفته بعد از اعلام رسمی انتقال کرونا به ایران، حالا نشانه های جدی تر شدن تلاش ها برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس. تعطیلی مساجد، جوش دادن درهای حرم در قم و بازاری که در آستانه نوروز چهره متفاوت از هر سال دارد. خب اینم از تازه های ویروس کرونا بود در ایران. گزارش بوده از بارن عباسی. پیشتر اشاره‌ای داشتم به کمک های نقدی که دولت های غربی به بخش کرونا زده اقتصاد خود وعده کردند و همینطور در واکنش به مشکلات معیشتی برآمده از شیوع ویروس کرونا برای شهروندانشان، کمک نقدی دولت آمریکا شامل یک بسته بودجه 1 تریلیون دلاری است و اکنون دولت و کنگره در حال رایزنی درباره جزئیات آن هستند. دولت بریتانیا هم برنامه‌ای را اعلام کرده که بر پایه آن قرار است دولت به شرکت هایی که از کرونا زیان دیده اند در مجموع به مقدار حدود 400 میلیارد دلار وام بدهد، یعنی به مقدار 15% تولید ناخالص ملی این کشور. برای گفتگو در این باره حجت قندی را در ارتباط زنده داریم. استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت هستن، ایشون در نشویل ایالت تنسی. شب شما در آمریکا بخیر آقای قندی. این کمک های مالی که دولت های آمریکا و بریتانیا اعلام کردند متوجه چه بخش های از اقتصاد و اقشاری از جامعه این کشورها هست به نظر شما؟ اون کمک که دولت آمریکا قصد داره بکنه و پیشنهادی بوده که میترامنی در حقیقت کرده، اون متوجه همه هست. میخوان به خاطر که هیچ برنامه‌ای در کوتاه مدت نمیشه ریخت که احتمالاً یک گروه‌های خاصی رو هدف قرار داد که ممکنه بیشترین آسیب بهشون میرسه در اثر این کرونا ویروس، اینا تصمیم گرفتن که یه دفعه به هر کسی یه چکی بفرستن تا
تا مردم مثلا از اینکه پول آب و برق و امثال اینا رو بتونن بدن یا پول مایحتاج خیلی ساده زندگی معمولی بدن نمونن خیلی ها. و کمک های بریتانیا میکنه احتمالا فقط مختص شرکت هایی است که متضرر شدن از کرونا؟ هدف گیری در این مورد توی خیلی کوتاه مدت خیلی مشکله، به خاطر همینه که احتمالا هر کس بیاد سراغ پول رو بگیره بهش بدن وام بهش بدن، حالا توی آمریکا میخوان کمک مستقیم بکنن یا وام بدن و کمک مستقیم بکنن، مثلا حرف از اینه که برای شرکت های ایلان یه 25 میلیارد دلاری کمک بلعوض بکنن و بعد 25 میلیارد دلار دیگه به صورت وام بگیرن. من فکر میکنم که هنوز زوده که بفهمیم که دقیقاً توی این پکیج ها چی هست، به خاطر اینکه همچنان در دست بررسی هست. حالا که درباره دولت ها صحبت میکنیم و کمک هایی که در زمین کرونا دارن اعلام میکنند، آقای قندی از ایران هم بگیم که دولت ایران در این زمینه چه کارهایی کرده تا حالا و چه کارهایی باید بکنه. فرق دولتی مثل دولت آمریکا و بریتانیا و دولت ایران اینه که الان دولت های غربی و دولت آمریکا به نرخ های خیلی خیلی پایین میتونن از بازار پول قرض بگیرن. شما دولت آمریکا رو نگاه کنید، نرخ بهره در حقیقت اوراق قرضه دولتی کمتر از 1% تقریبا. تو بریتانیا از این هم کمتره، تو آلمان حتی منفی است، یعنی قرض گرفتن از بازار و اون پول رو به اقتصاد تزریق کردن برای دولت‌های غربی از نظر ظاهری بسیار آسونه، گرچه ممکنه عملا با حتی این کمک‌ها به رکود هم برن. برای دولت ایران الان از جایی پول پیدا کردن و اون پول رو خرج اقتصاد کردن به نحوی که از رکودی که قبلا یه رکود خیلی شدید داشتیم، حالا منهای 8% تقریبا، این رکود خیلی شدیدتر نشه، اصلا این پول جایی وجود نداره مگر اینکه برن مثلا پولی یه جوری چاپ بکنن از اون پول استفاده بکنن. و به نظر من اولین کاری که دولت ایران باید بکنه اینه که تمام هزینه‌های برخورد با این ویروس رو به هر طریقی، حتی اگه با چاپ پول هست، تامین بکنه. بقیه‌اش پیدا کردن پول خیلی دشواره و حمایت اقتصاد در شرایط فعلی اقتصاد ایران متاسفانه خیلی مشکل هست. حالا یکی دیگر از کارهایی که دولت ایران تا اینجا انجام داده این هست که از صندوق بین‌المللی پول تقاضای پرداخت 5 میلیارد دلار کمک کرده برای رویارویی با این بحران کرونا. کلا نقش نهادهای بزرگ مالی جهان مثل همین صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با بحران اقتصادی ناشی از کرونا رو چطور ارزیابی می‌کنین تا اینجا؟ این بحران برای کل اقتصاد دنیا خیلی بزرگتر از اون هست که نهادی مثل صندوق بین‌المللی پول بتونه کمک معنیداری بکنه. یعنی صندوق بین‌المللی پول حجم کمکی که میتونه بکنه در حدود مثلا حالا 50 یا 100 میلیارد دلاره، در صورتی که شما اقتصاد آمریکا و اروپا رو در نظر بگیرید، اینا احتمالاً مجموعاً هزاران میلیارد دلار خرج اقتصاد خواهند کرد برای اینکه مقابله بکنن با این اقتصاد. خب برای همینه که صندوق بین‌المللی پول ممکنه یه لایف لاینی باشه برای کشورهایی مثل ترکیه، مثل ایران که امیدوارم که بتونن از اونا کمک بگیرن برای که مبارزه کنن با این ویروس، ولی برای کشورهای بزرگ اصلا چیزی نیست که بتونه مقابله بکنه با، یعنی حجم کمکی که میتونه بکنه اصلا قابل مقایسه با چیزی که دولت‌ها خودشون میتونن انجام بدن نیست و خود دولت هم پیشگام بشن. حجت قندی، استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت در نشویل ایالت تنسی آمریکا، سپاسگزارم از حضور شما در چشمانداز بامدادی بی بی سی. در روزی چون امروز از روزنامه‌های صبح تهران طبعا انتظاری جز موضوع‌های کرونایی نداریم، فرشته غازی از آتلانتای آمریکا با ماست. بررسی روزنامه‌های تهران رو امروز شروع می‌کنیم با تفکر خوارجی و بازی با جان مردم از آرمان ملی. چه کسی پشت سر حرمت شکنان است؟ از همدلی، عملکرد 98 و چشمنداز 99 از دنیای اقتصاد و در نهایت هم نوروز پشت پنجره‌های کرونا زده از ابتکار. خب خانم قاضی، این دو مطلب اول که انتخاب کردین مربوط به حمله افراد به حرم حضرت معصومه است در قم و اشاره کرده به کسانی که این کارو کردند روزنامه آرمان ملی و میگه بار اول نیست که چنین رویداد اتفاق میفته، از دولت هم خواسته که ریشیابی کنه که این از کجا میخوره و چه کسی پشت اینا هست.
همینطور محمد تقی فاضل میبودی در یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشته که در کشور ما همیشه یک جریانی وجود داشته که جلوی هر گونه نوآوری بهزیستی و توسعه‌ای که در اون سازندگی باشه با لباس دین میایستاده و در تاریخ 105 سال اخیر این حرکات زیاد بوده. اما سوال اینه که چرا این جریان به حیات خود ادامه میده و جلوی اون گرفته نمیشه؟ اون نگاهی که روی مسائلی مثل حضور خانم ها در ورزشگاه حساسه، چرا روی این مسئله که هم یک جریان ضد ملی و هم ضد مذهبیه حساسیت لازم به خرج نمیده؟ آقای فاضل میبودی اشاره کرده به حمله به سفارتخانه های انگلیس و عربستان و اینکه به گفته ایشون برای کشور هزینه تراشیدن اینا و نوشته که دولت و مراجع و دستگاه قضایی اطلاعاتی باید ریشه‌یابی بکنن که از کجا آب میخوره، پدیده هایی که تا به حال ضررهای زیادی متوجه کشور کرده. همین پرسش رو روزنامه همدلی هم کرده در مطلب چه کسی پشت سر حرمت شکنان است و پرسیده امنیت آهنینی که اینها دارن از کجا میاد، پاسخی هم داره یا نه؟ هادی جلالی زاده در روزنامه همدلی این سوال رو طرح کرده که این گروه با چه حجت شرعی یا عقلی و به نام دین و حتی کانه حریم حرم رو میشکنن و در حاشیه امن هم قرار میگیرن و منشأ این امنیت آهنین از کجاست؟ نویسنده روزنامه همدلی معتقده که بدون تردید تا عقبه پشت پرده این گروه شناسایی و به مردم معرفی نشه و هویت اونها به صورت شفاف مشخص نشه، این خودسری ها و قانون شکنی ها ادامه خواهد داشت و جامعه شاهد تکرار این حوادث تلخ خواهد بود، چنانچه مرتکبان این عمل زشت و ناپسند همون قانون شکنانی هستند که چندین سال به قانون لگد میزنند و خطر این فرقه آتش به اختیار بارها توسط دلسوزان گوشزد شده. اما ظاهرا پشت پرده دستهای قدرت و ثروت در کارند که قانون رو خلعیت بکنند. خب اینها از امنیت آهنین افراد آتش به اختیار بود به قول روزنامه همدلی و ما از چالش های اقتصادی 98 روزنامه دنیا اقتصاد نوشته، اونو بررسی کرده و همینطور با نگاهی به اقتصاد 99 در واقع پیوند داده با اقتصاد سال آینده. چه میگی دقیقا؟ حمید آذرمند در روزنامه دنیای اقتصاد سال 98 رو برای اقتصاد ایران یکی از دشوارترین و پرچالش‌ترین سال‌ها دونسته و اینکه اقتصاد ایران در معرض طیف وسیعی از فشارها و تنگناهای داخلی و خارجی قرار گرفته و اصلی‌ترین چالش‌هاش رو هم در کاهش سطح تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و کاهش رفاه میشه خلاصه کرد که ریشه‌شون در عوامل ساختاری، تشدید تحریم‌ها و خطای سیاست‌گذاریه. اما در سال جدید دولت باید آمادگی مدیریت و مواجه شدن با کسری بودجه، رشد متغیرهای پولی، تداوم تحریم‌ها و رکود ناشی از شیوع کرونا را داشته باشه و مشروط برخی اصلاحات جدی در ساختار بودجه دولت و اجتناب از فشار به منابع بانک مرکزی و حذف نظام دونرخی و یک سری اقدامات دیگه مثل اجتناب از سرکوب قیمت‌ها میشه امید داشت اقتصاد کشور از شرایط بحرانی در سال 99 عبور کنه. حالا از نوروز بگیم، اونم البته زیر سایه کرونا. نوروز امسال مردم در خانه و قرنطینه هستند، به جای بازارگردی شب عید و دید و بازدیدها و روزنامه ابتکار به سرگرمی‌های نوروزی امروز مردم در ایران پرداخته که فکر می‌کنم موضوع جالبی باشه برای بسیاری. همینطور روزنامه ابتکار نوشته در میان طنز و شوخی‌های که راهکار همیشگی ایرانی‌ها برای برخورد با مشکلات و توصیه‌های جدی بهداشتی و البته راهکارهای گذروندن وقت در خانه با کاهش افسردگی و بی‌حوصلگی، جای خالی بازارگردی شب عید، دید و بازدید، روبوسی و در آغوش گرفتن نوروزی، سفر و گردش بهاری جایگزین نداره. نوروز 99 با کرونا در حافظه همه ما خواهد موند و البته دعا و آرزوی ایرانی‌ها در سال جدید رخ بر بستن غم‌ها، بلاها و بیماری ها از جمله کرونا از سرزمینمونه. تا اون وقت شاید باید در همراهی با شهروندانی که این روزها از پنجره و پلکون خونه هاشون به آوای موسیقی متوسل شدن، ما هم بخونیم که ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. پاینده مانی و جاودان، این هم نگاه فرشی قاضی بود به روزنامه صبح امروز چاپ تهران که در یک بخش مرور کردیم. حالا
بذارین از کرونا نگیم این بار، هرچند تقریبا ناشدنی است، اما تلاش خواهیم کرد که از کرونا نگیم این بار. پرسشی که میخوام طرح کنم و دوست دارم شما بهش پاسخ بدین مربوط به خودتونه، سالی که پشت سر گذاشتین یا در واقع دارین میذارین و انتظاری که از سال آینده دارین که تا رسیدنش چیزی نمونده، دو روز دیگه باقی، سالی که داره تموم میشه براتون چه سالی بود و چه انتظاری از سال 99 دارین. این رو هم بگم که در لحظه تحویل سال همینجا در چشم انداز بامدادی بی بی سی چشم به راه شما خواهم بود و نهایت تلاشمون رو میکنیم که نوروز و سال نو رو با خوبی و خوشی دور هم پیشواز بگیریم. روز آدینه ساعت 7 تا 19 دقیقه و 37 ثانیه به وقت تهران که میشه 8 تا 19 دقیقه کابل و 8 تا 49 دقیقه دوشنبه، روز 1 فروردین فرا میرسه، سال نو به کوری چشم کرونا و ما اینجا با شما خواهیم بود و جشن شادی خواهیم داشت. پیشاپیش نوروز رو شاد باش میگم به همه شما، از جمله ناصری و فرج و لقمان و افشین و بهمن و بیات و محمد و روشن و زیورشاه و زرینه و زرفشان و در فیسبوک بی بی سی فارسی کنار صدها نفر دیگه دیدم. امروز خیلی خیلی تعداد بیشتر شده، احتمالاً به خاطر نگرانی که از کرونا وجود داره، گام به گام با ما جلو میرن. از فیسبوک بی بی سی میتونین همونجا برام بنویسین که از سال آینده چه انتظاری دارین، یا میتونین در واقع صداتون رو ضبط کنین و در تلگرام سنجاق بکنین و برامون بفرستین. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. و حالا از نازنین جاوید بشنیم که از ایران دیگه چه خبر. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که 5 دانشمند ایرانی که با برنامه هسته‌ای ایران همکاری می‌کنند به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. او گفت آنها در رابطه با دخالت در برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران قبل از سال 2004 معروف به عملیات اماد تحریم شدند. آقای پومپئو همچنین از تحریم 3 شهروند ایرانی دیگر به اتهام دست داشتن در فروش و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا در این جلسه باز هم از ایران خواست که همه شهروندان آمریکایی را که به غلط زندانی کرده است آزاد کند. خواهر سامی رجبی فعال محیط زیست زندانی میگوید برادرش به بیمارستان طالقانی منتقل شده. او پیشتر گفته بود برادرش مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است. سامی رجبی ماه پیش به 6 سال حبس محکوم شده بود. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران سفیر مجارستان را فراخوانده و به رفتار غیر متعارف پلیس و کادر پزشکی بیمارستان سنت لاسلو شهر بوداپست با دانشجویان ایرانی مبتلا به ویروس کرونا اعتراض کرده است. آقای عراقچی تصمیم دولت مجارستان برای اخراج 15 دانشجوی ایرانی مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا را غیر قابل قبول خوانده و خواستار تجدید نظر در آن شده. در 2 هفته گذشته وزیر مجارستان دوباره دیگر هم به همین دلیل به وزارت خارجه ایران دعوت شده بود. حدود 2500 دانشجوی ایرانی در دانشگاه مجارستان تحصیل می کنند. و آنطور که مرکز آمار ترکیه اعلام کرده، شهروندان ایرانی در ماه گذشته میلادی با خرید 721 خانه بیشتر از شهروندان هر کشور دیگری در ترکیه خانه خریدند. بر اساس این آمار، شهروندان عراق، روسیه و افغانستان بعد از ایران بیشترین خانه ها را در دومین ماه سال 2020 میلادی در ترکیه خریداری کردند. اینجا لندن است، رادیو بی بی سی چشمانداز بامدادی در بامداد چهارشنبه 28 اسفند 18 مارس. نگاهی تازه داریم به سرخط خبرهای جهان تا این لحظه در این برنامه. اتحادیه اروپا در اقدامی بی سابقه در خلال بحران ویروس کرونا مسافرانی را که از خارج از این بلوک می آیند برای 30 روز از ورود منع خواهد کرد. در تازه‌ترین دور رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات آمریکا برای تعیین نامزد این حزب در انتخابات ماه نوامبر، 3 ایالت فلوریدا،
ایلینوی و آریزونا رای گیری کردند. استیو مینوچین وزیر دارایی آمریکا گفته که کاخ سفید طرحی در پاسخ به مشکلات معیشتی ناشی از شیوع ویروس کرونا مساعده نقدی برای شهروندان آمریکایی به کنگره ارائه کرده است. و نازنین زاغری ردکلیف زندانی ایرانی بریتانیایی که در حال گذراندن دوره محکومیت خود 5 سالی خود در زندان اوین است به مرخصی رفته است. اینها خبرهای بود که تا اینجا بگونی به اونها اشاره کردیم و در ادامه برنامه حتی امکان تلاش میکنیم که از خبرهای غیر کرونایی هم بگیم، از جمله از انتخابات مقدماتی حزب دموکرات آمریکا که داره برای انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آماده میشه که بهش اشاره کردم، و از نامزد جدید نخست وزیری در عراق، و البته از موسیقی. بله، برترین آلبوم های موسیقی بریتانیا در این هفته تا حدود فکر کنم 13 دقیقه دیگه، امیدوارم که با ما همراه باشید. بله، با وجود بیداد ویروس کرونا، کارزار انتخاباتی در آمریکا با جوش و خروش جریان دارد. برای انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر، جو بایدن معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده در فلوریدا، سومین ایالت بزرگ آمریکا، انتخابات مقدماتی حزب دموکرات را برده با فاصله قابل توجه از رقیب خودش برنی سندرز. همینطور پیش بینی می شود که آقای بایدن در انتخابات مقدماتی ایلینویز هم برنده شود. همکارم کامبیز فتاحی از واشنگتن که این موضوع رو دنبال کرده به ما پیوسته تا جریان را برای ما روشن تر کند. کامبیز، آیا چهره رقیب دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر هم روشن تر شده؟ جو بایدن به مسافش خواهد رفت یا کسی دیگر؟ خب، احتمال اینکه جو بایدن بره بسیار زیاد هست با توجه به اینکه آقای بایدن تا به حال از 21 ایالتی که در انتخابات درون حزبی دموکرات در آن برگزار شده در 16 ایالت پیروز شده و در 3 مورد دیگر هم الان رسانه‌های آمریکا و مقامات محلی در واقع بنابر آماری که دارن منتشر میکنن پیش بینی کردن و دارن در واقع برآورد اینها این هست که در واقع ساعتی پیش هم آقای بایدن در انتخابات فلوریدا، ایلینوی و آریزونا که مورد سوم بود و دقایق پیش هم اعلام شد اونجا برنده شده، و برنده شدن او با اختلاف کم هم نیست، با اختلاف یه چیزی حدود 70-30 هست، تقریبا 2 برابر آرای رای دهندگان دموکرات رو به دست آورده در برابر برنی سندرز. به همین خاطر به نظر میرسه با توجه به اینکه در واقع ساختار قدرت حزب دموکرات به نظر میاد عمدتاً طرفدار او هستند و رأیی که تا به حال جمع کرده از بین مردم، احتمال نامزد شدن او و اینکه رقیب دونالد ترامپ در آینده بشه بسیار بسیار بیشتر از سندرز هست. خواهان این است که سندرز کنار بره، فشارها بر آقای سندرز داره بیشتر میشه با توجه به پیروزی که روز گذشته آقای بایدن در واقع در این سه ایالت به دست آورد. برنی سندرز سطح فشار بیشتری قرار خواهد گرفت که کنار بره، که البته فعلا علامت و نشانه ای که آقای سندرز هم بخواد میدان رو خالی کنه در دست نیست. به نظر میاد که او بخواد همچنان ادامه بده هرچند عقب هست. بله، و همینطور در خبرها دیدیم کامبیز که کرونا باعث لغو آخرین انتخابات مقدماتی در ایالت اوهایو شد و حتما اثرات دیگه هم داشته کرونا در این کارزار، درسته؟ بله، خب اگر میشه گفت این بحران کرونا اینجا در آمریکا نبود، این پیروزی تازه آقای بایدن شاید میشه گفت در صدر اخبار بود، منتها در یک شرایط میشه گفت غیر نرمالی این انتخابات داره برگزار میشه. ایالت اوهایو که کنسل کرده اصلا حضور مردم در حوزه‌های رأی گیری رو، دموکرات‌ها رو در این ایالت و همینطور در 3-4 ایالت دیگر از جمله جورجیا، کنتاکی، این ایالت‌هایی که قرار بود در چند هفته آینده انتخابات در اون حزبی برگزار بشه اونجا هم لغو شده تا ماه جوان، اینها داره به تأخیر میفته. و جالب اینجاست که در نطقی که هم آقایان سندرز و بایدن بعد از رأی‌گیری روز گذشته در واقع شب گذشته به وقت محلی اینجا داشتند، هر دو به مسئله کرونا اشاره کردند، لحن بسیار ملایمی داشتند، کسی به کسی حمله نکرد، انتقادی نشد. آقای بایدن گفت آمریکا در شرایطی مثل جنگ قرار داره، الان وقت اتحاد هست، هدفش این است که به گفته او دموکرات‌ها رو متحد کنه و بعد کشور رو متحد کنه و دونالد ترامپ رو شکست بده. همینطور آقای سندرز هم در نطقش خیلی مشخص اشاره کرد به مسئله کرونا در آمریکا، خواهان این شد که $2000 در ماه دولت
برابر طرح او البته طرحی رو ارائه کرد که بنابراین تر به مردم داده بشه در ماه و به حال صحبت کرونا بسیار داغ هست. درست. پیروزی آقای بایدن و انتخابات مقدماتی دموکرات ها میشه که به شدت تحت شعاع قرار گرفته و ما تا ماه ژوئن شاهد ادامه این رقابت ها نخواهیم بود، در حالی که آقای بایدن تا به حال میشه گفت جلو افتاده به صورت بسیار مشخصی و محسوسی در این رقابت ها از رقیبش جلو هست. دقیقا همونطور که اشاره کردی ماجرا بسیار درازی است و بارها و بارها در این باره صحبت خواهیم کرد. کامبیز فتاحی در واشنگتن با ما صحبت میکرد و ما حالا از عراق بگیم. برهم صالح رئیس جمهور عراق عدنان زروفی فرماندار پیشین نجف را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کرده. آقای زروفی دومین فردی است که پس از کنارگیری عادل عبدالمهدی از نخست وزیری عراق برای این سمت نامزد می‌شود. عادل عبدالمهدی دسامبر گذشته حدود 3 ماه پیش در پی تظاهرات گسترده در عراق از سمت خود کنار رفت. در این باره گزارشی داریم از خشایر جنیدی از واشنگتن. عدنان زروفی نماینده 54 ساله مجلس عراق با سابقه 3 دوره فرمانداری نجف، او قرار است نخست وزیر جدید عراق باشد، البته اگر بتواند در 30 روز آینده از مجلس رأی اعتماد بگیرد. گزینه قبلی توفیق علاوی پس از 1 ماه مذاکره با مجلس مجبور به انصراف شد. عدنان زروفی یک سیاستمدار شیعه است که چندان شناخته شده نیست. او عضو ائتلاف نصر در مجلس عراق است که حیدر عبادی نخست وزیر پیشین رهبری آن را بر عهده دارد. آقای زروفی در زمان صدام حسین عضو حزب الدعوه از احزاب مخالف شیعه بود و پس از سرنگونی او 3 دوره فرماندار نجف شد. تا زمان اعطای رأی اعتماد مجلس به نخست وزیر جدید عادل عبدالمهدی که به خاطر تظاهرات گسترده مردمی مجبور به استعفا شد، عهده‌دار امور است. این در حالی است که عراق درگیر مبارزه با شیوع ویروس کرونا است. آمار رسمی بیانگر ابتلای دست کم 154 نفر به این بیماری و مرگ 11 نفر است. خشایر جنیدی گزارش میداد از واشنگتن و من نگاه میکردم به پیام های بیشمار شما که البته همش رو نمیتونم بخونم. بذارین پیام های شما رو از این پیام قشنگ محسن شروع بکنم. میگه امیدوارم دیشب در آخرین شب چهارشنبه سال زردی های خود را به آتش داده و از آن سرخی و سلامتی گرفته باشید، که این آرزوی ما به تک تک شما هم هست. لقمان نوشته مشکل ایران حکومت هست، ولی همچنان مشکل خرافات نهادینه شده در میان تک تک مردم هم هست. علیرضا گفته تمام تلاش هایی که در ایران برای مبارزه با کرونا انجام میشه رویه منظم و اطلاعات درستی نداره و هیچ امیدی به کنترل آن مانند چیزی که در چین و کره جنوبی انجام شده نمی‌رود. وزارت بهداشت و حکومت از پنهانکاری شروع کرده و حالا هم جدی‌تر شدن تلاش ها کافی و امیدوارکننده نمی‌باشد. این نظر علیرضا است از تلگرام. حتما باید بخونم. علیرضای دیگری در تلگرام نوشته که 40 سال است که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برای فائق آمدن در برابر مشکلات اقتصادی پول چاپ نمودند. از این پس باید آرزو کنیم به امید اینکه هر خانواده ایرانی خود یک دستگاه چاپ پول داشته باشد. حتما تلاش میکنم باز هم فرصت پیدا بکنیم و به پیام های شما برگردیم. فعلا بریم سراغ ورزش. خبرهای ورزشی رو هم این روزها از جای غیر از کرونا نمیشه آغاز کرد. حاشیه های بحران کرونا در ورزش رو از پوریا ژافره این بار بشنویم. مسابقه های تنیس اوپن فرانسه هم عقب افتاده، رفته به آخرهای پاییز قراره که الان برگزار بشه. مسابقه های تنیس که همه ساله در پاریس برگزار میشد، اتفاقای واقعا عجیبیه، اتفاقای که میشه گفت که تقریبا اکثرشون اون چیزایی که تو دنیای ورزش میبینید داره جابجا میشه، از زمان پایان جنگ جهانی دوم در 75 سال گذشته بی‌نظیر بوده. و خب بزرگترین اونها الان اتفاقیه که اتحادیه فوتبال اروپا یوفا سرش به توافق رسید. مسابقه های یورو 2020 یا جام ملت‌های اروپا 2020 عقب افتاد به مدت یک سال به سال 2021. خب حالا این تقریبا تصمیمیه که
واقعا میشد پیش بینیش کرد با توجه به مسائلی که اتفاق افتاده؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه این 60مین سالگرد مسابقه ها بود و برای اولین بار بود که مسابقه ها میخواست در چندین کشور برگزار بشه. ایده که متعلق به میشل پلاتینی رئیس سابق این اتحادیه بود که بعداً به خاطر اون اختلاس های مالی که در مسائل پرونده های فیفا پیش اومد کنار رفت، ولی خب در بیشتر از 7-8 کشور قرار بود که برگزار بشه، از باکو گرفته تا ایتالیا تا انگلیس که مؤسسیم استادیوم ومبلی که برگزار کننده بازی های فینال و نیمه نهایی بود، جاهای مختلف تماشاگرها از کشورهای مختلف باید جابجا میشدن که اصلا تو این شرایط فعلی مثل یک کابوس میمونه همچین اتفاقی، که خب مسابقه ها یک سال عقب میافتند و این یه فرصتی رو هم میده به مسابقه های باشگاهی که تمامی این لیگ های نیمه کاره ای که الان متوقف شدن یه فکری بکنن که چجوری این فصل رو به پایان برسونن. خب اینایی که میگی پوریا به ایجوج امیدوار کننده نیست، پس نتایج این فصل فوتبال اروپا چه خواهد شد؟ کلن بازی لیگ ها چه میشه؟ یکی از مهمترین مسابقه ها لیگ برتر انگلیسه و فردا قراره که در همین لندن جلسه برگزار بشه که یک تصمیمی در مورد وضعیت این فصل لیگ برتر بگیرن. سرنوشت قهرمانی لیگ برتر همچین چیز سختی نیستش که در موردش پیش بینی بکنن. تیم لیورپول با اختلاف بسیار زیادی در صدر جدول، مسئله اینه که برای بقیه تیم‌ها، تیم‌هایی که میخوان بیان به لیگ برتر، تیم‌هایی که دارن از دست میافتن، تیم‌هایی که میخوان سهمیه اروپا بگیرن، هر کدوم به چه جایی دست پیدا میکنن و این به اینا هم نوشته که وقتی حمله کنندگان به حرم ها و شکستنی درب ورودی حرم را دیدم، دقیقاً یادم به فیلم من ربات هستم افتاد که انسان ربات هایی رو خلق کرده که دیگر خود او هم نمیتواند آنها را کنترل کند. حالا سر وعده موسیقی چهارشنبه مون رسیدیم با شیداس به کاویانی که این بار پرفروشترین آلبوم های موسیقی پاپ بریتانیا را مرور کرده. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. Does it better as Carly Simon. معروف ترین مأمور سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا هم بالاخره حوله سفید رو به داخل رینگ انداخت. جیمز باند معروف به 007 کسی که تانک و بمب و اژدر هم حریفش نیست، در مقابل ویروس کرونا عقب نشینی کرد. اکران فیلم جدید جیمز باند No Time to Die به تعویق افتاد. قرار بود که فیلم در سه آپریل در بریتانیا به روی صحنه بره، ولی حالا اون رو به نوامبر موکول کردن. این اقدامی است از ترس اینکه ویروس کرونا میتونه تا 5 میلیارد دلار در گیشه جهانی سینما تأثیر بگذاره. در حال حاضر سینماها در ایتالیا، کره جنوبی، چین و ژاپن تعطیل هستند. به طور سنتی فیلم‌های جیمز باند در بازارهای بین‌المللی بسیار موفق هستند و حتی 4 فیلم آخر بیش از 70% فروش ناخالصشون رو در خارج آمریکا داشتن. خب آهنگ Nobody Does It Better از کالی سایمون در سال 1977 برای فیلم باند به نام The Spy Who Loved Me است. آهنگ برای 3 هفته در رده 2 جدول آمریکا قرار داشت و نامزد جوایز گرمی و گولدن گلوب بود. خب این هفته جدول آلبوم ها. If you never tried, you'll never know. Life ain't as easy as آلبوم Get to Know از Becky Hill شماره 3، 3 رد سقوط. خانه
خواننده بریتانیایی از سال 2014 که اولین بار با آهنگ گیکو از آلیو هلدنز به صدر جدول بریتانیا رسید، با کلی از دیجه‌ها و ریمیکسرهای درجه یک کار کرده. این مینی آلبوم گلچینی از آهنگای موفقی که تا به حال داشته با چند آهنگ تازه. 24 هفته است که در جدوله. بقیه معتقدین یکی از استعدادهای دست کم گرفته شده بریتانیا. Checkshirt Wizard Live in 77 از روی گالگر شماره 26 تازه وارد. به عنوان نوازنده نوازنده ها وجود داشته باشه، این ستایش بدون شک متعلق به روی گالگر هست، نوازنده راک و بلوز ایرلندی. گالگر در سال 1995 درگذشت، فقط 47 سال پیش نداشت. این آلبوم 20 از آهنگایی که تا به حال به بازار ارائه نشدن. خب بریم سراغ دهتای برتر. آلبوم How I Am Feeling از لاوب شماره 9 تازه وارده. فنز لف خواننده و تهیه کننده آمریکایی از 2015 مشغول به کار تا به حال برای چارلی ایکس ایکس، دمی لواتو و سلین دیون هم آهنگ ساخته. سبک کار الکتروپاپ قوی ده پوست ملون. Lost the will for keeping on just as the winter is dragging. آلبوم City of Love از دیکن بلو شماره 4 تازه واره. از محبوب‌ترین گروه‌های اسکاتلند با 19th آلبومشون City of Love اینجا هستن با پیام یک دست در ترانه‌هاشون. حتی در گوش و کنار یک شهر یا زندگی که هیچ روشنی در اون نیست، امید میتواند پیروز شود. خب قبلی ها 8 Ed Sheeran، 7 Stormzy، 6 Harry Styles، 5 Billie Eilish، از 3 Lil Uzi Vert، 2 Capaldi رد میکنیم. اینم سعدشون این هفته. Like chewing gum that stuck to sole of shoe. Like cotton wool and tube of super glue. آلبوم Manchester Calling از Paul Heaton و Jackie Abbott پرفروشته این آلبوم بریتانیا. You and me were meant to be together. We joined so tightly at the hip. But must she be in salt chip? Front of council truck to lucky Heather. Our tides come in and kiss the shore. You're always mine, I'm always yours. You and me will always be together. Paul Heaton and Jackie Abbott. عضوهای قبلی گروه بیوتیفول ساوند بالاخره با چهارمین آلبومشون موفق شدن به نوک قله برسن. آلبوم منچستر کولینگ 20500 نسخه فروش داشت که 94% اونها سی دی و صفحه بود، نه استریم. آلبوم در اسکاتلند 2، در ایرلند 3. پایان برنامه گوچه فری.
خوبی. تا هفته آینده، خدا نگهدار. به قول شیداس به کاویانی که این برنامه قشنگ رو درست کرده، امید میتواند پیروز شود. این دقیقا پیامی هست که خیلی ها تلاش میکنن که منتقل بکنن و خودشون هم به اون باور داشته باشن. امید میتواند که پیروز شود و چیزی است که در واقع در طول تاریخ میبینیم که ثابت شده که امید همیشه پیروز شده. حالا فرصتی داریم اندک که دوباره به پیام ها شما بپردازیم. خوشبختانه اونطوری قول دادم. شهرام در تلگرام نوشته که من فقط انتظار دارم سال 99، سال رفتن ترامپ و سال سر عقل آمدن رژیم کشورم در دوستی با تمام کشورهای جهان باشد. و در همین باره سامان، بعضی که من خواهش کردم که شما درباره آرزوهاتون برای سال آینده بگید، سامان نوشته که من انتظارم از سال 99 آن است که رهبر ایران به عادی سازی روابط و بازگشایی سفارتخانه های ایران در آمریکا و اسرائیل و عربستان یاری رساند و زمینه های مشارکت سیاسی اپوزیسیون برانداز را فراهم سازد. محمد نوشته ما که سال بدی را پشت سر گذاشتیم، مشکلات زیادی داشتیم، گرچه مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین مشکلات ما بوده، ولی این تنها مشکل ما نبوده و نیست. به علت تنش‌های متعددی که داشتیم احساس عدم امنیت روانی دارم. آینده را روشن نمی‌بینم. احساس کلی من این است که در یک کشور اشغال شده زندگی می‌کنم. متأسفانه محمد چنین فکر می‌کنه. مرتضی نوشته که سال 98 متأسفانه سال فوت شدن ایرانیان بودش. اتفاق آبان ماه، کشتن جوانهای ایران زمین، الان هم که بی‌لیاقتی مسئولین، این ویروس داره بیشتر از هر جای دنیا مردم بیگناه ایران رو میکشه. انشالله سال جدید سال خوبی برای همه باشه. مرتضی گفته و امیدواریم که سال خوبی باشه برای همه شما که با برنامه چشم‌انداز بامدادی هستید. البته از فیسبوک هم حتما باید بخونم. داوودی نوشته که مشکل مردم ایران حکومت قرون وسطایی است که هر روز خرافات و ناآگاهی را بین مردم پمپاژ میکند. روشن گفته که بی بی سی یک مقاله کم اهمیت استرالیا را بولد میکند، یعنی برجسته میکند. از واکسن آمریکا که به 40 نفر تزریق شده چیزی نمیگوید. بسیار بد خبرنگاری میکنید. که در واقع باید بگم که کاملا حرف نارواست آقای روشن عزیز. اتفاقا 40 نفر هم نیست، 45 نفره. و ما صحبتی داشتیم در این باره با آقای دکتر صدری و دقیقاً در مورد اون آزمایش واکسنی هم که در آمریکا انجام شده و همینطور در استرالیا صحبتهایی داشتیم. و اما دیشب چهارشنبه سوری بود در استقبال از آخرین چهارشنبه سال که همین امروز کرونا مانع از برگزاری جشن در بسیاری از نقاط جهان شده، از جمله در اینجا. اما در ایران همچنان عده‌ای آتش روشن کردند و ترقه و فشفشه هوا کردند و متاسفانه قربانی هم دادند. خبرگزاری فارس به نقل از مقام‌های اورژانس ایران خبر داده که آتش‌بازی‌های شب چهارشنبه سوری به مرگ 2 تن و سوختگی 751 تن دیگر انجامیده. امیدوارم جان شما سالم و سلامت باشه و سور و شادی شما برپا تا برسیم به سال آینده که همین 2 روز دیگر بیشتر باقی نمونده. این ساعت از برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی رو به همراه محمد سباهی با ترانه‌ای ماندگار از سمین باغچبان پایان میبریم با همین نام، چهارشنبه سوری. از من داریوش رجبیان، نوروزتان پیروز پیشا پیش.